بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم و صل علی ولی امرک القائم المؤمل والعدل المنتظر و حفه به ملائکتک المقربین و ایده به روح القدس یا رب العالمین. خدای ما رمزون، سلام و صلواتت رو بر ولی امرت، اون منتظر حقیقی، اون که عدل گستر واقعی، جاری کن و او رو با تأیید فرشتگانت حفظ کن. سلام 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 به روی مثل ماهتون. این فراز افتتاح از اون فرازاییه که به نظرم با همه وجودمون باید طلبش بکنیم. این روزگار پر اسرت و پر رنج فقط با یاد پدری آرام میگیره و خوش میشه که فرمود انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. ما شما رو فراموش نکردیم، ما شما رو یادمون نرفته. یه سری برگردونیم، یه نگاهی به پدرمون بکنیم. خیلی خوش اومدید. میان آسمان در جان و در دل به دنبال تویم ای ماه محفل. خیلی باید ما خدا رو شکر کنیم، بسیار در بسیار در بسیار، که تا اینجای ما رمزون انقدر محفل بر دل و جان شما نشسته. الحمدلله. بفرمایید. القدس قد حررها المجاهدون. الله اکبر. پاش خالی شد، افتاد رو صندلیش. احساس کردم یه خوابی برام چیدی. آیا قرآن خوندی؟ 55 نج. الله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. من نه بله به فرنسی نه اردو اردو فرنسی دونه ما بلد نیستیم فرنسی؟ یا صدای خوش حسنه. اون کربلا رو منم بهت میدم آقا، ولش کن. آمین. نار تو بذار واسه شام. ولی امیدوارم که هیچ وقت واقعا حسنه اینجا نشینه. من بودم جناب محمد اسد از کشور هندوستان، خیلی خوش آمدین، خیلی خوش آمدین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و الرحمه و الاکرام یا ابن الکرام. کیف حالکم جميعا؟ نحمد الله الیکم جميعا بالعالمین. جميعا و فرادا. حياك الله يا حبيبي شيخنا. تتحدث العربيه؟ نعم. تتحدث الهنديه؟ نعم نعم ان شاء الله. هل تريد اتكلم معك بالهنديه؟ نعم نعم. حياك الله عزيزي. آقا خیلی خوش آمدید. الحمدلله. فارسی هم بلدید؟ عربی ان شاء الله. عربی تمام تمام. عربی عربی. تقرأ لنا بالبداية او نتحدث معك ان شاء الله. يلا تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم تحيتهم يوم يلقونه سلام. الله. يا سلام يا سلام. وأعد لهم أجرا كريما. الله. يا أيها النبي إن
لك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. الله 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 وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الله. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. نعم. صدق الله العلي العظيم. در این آیاتی که خونده شد از سوره مبارک احزاب، یه آیش رو من میخوام مورد توجه قرار بدم، در مورد شأن و وصف پیغمبر هم هست که یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. اینی که پیغمبر خدا هم مبشر است و تبشیر داره و بشارت دهنده است و هم بیم دهنده و ترساننده، حتی گاهی اوقات محور کار رو خدا بیم دادن گذاشته، گفته که قم فانذر، نگفته قم فانذر و بشر. یه اتفاق جدیدی داره میفته و اون اتفاق اینه که بعضی دارن در جهنم رو تخته میکنن که نه انگار همچین چیزی وجود نداره، هی بشارتی فقط میخوان برخورد بکنن. امیر المومنین در نهج البلاغه میفرمایند که الفقیه کل الفقیه من لم یقنط الناس من رحمت الله ولم یؤمنهم من مکر الله. فقیه کسی است که نه در حقیقت میترسان یقنط الناس من رحمت الله، نه ناامید میکنه مردم رو، نه اینکه از مکر خدا ایمنی میده، خلاصه یه چک سفیدی به آدم ها نمیده که آقا شما هر کاری کردی، انگار خدایی نیست، احترامی نیست. خدا در قرآن میگه ما لکم لا ترجون لله وقارا، چرا چتونه، چرا برای خدا وقار احساس نمی کنید، حساب نمی کنید. در ادعیه ما داریم ولو طلع الیوم على ذنبی غیرک ما فعلتو، اگر غیر تو این گناه های ما رو دیده بود ما انجام نمیدادیم، یه بچه اگر میدید ما انجام نمیدادیم این کارو. اینی که ما رو خیلی وقتا این ترس های آمیخته با احترام داره رشد میده. گفتن که لا تنظرو الا صغر الذنب، به کوچیکی گناه نگاه نکنید، ولکن انظرو الا من اجترعتم، نگاه بکنید به کی دارید جرأت به خرج میدید، در مقابل چه کسی دارید جرأت به خرج میدید. خدا به حق و عظمت این شبهای مبارک ماه مبارک رمضان توفیق عبادت هم عبید هم تجار هم احرار رو به ما عنایت بفرما. رب این منايا انت استقيم خطايا، رب این منايا انت استقيم خطايا، ثم أصير للخلق نورا يا رب يا رب. ربه إن منايا أن تستقيم خطايا، ثم أصير للخلق نورا يا رب يا رب. ما أسعد الإنسان إن عاش للقرآن، ما أسعد الإنسان إن عاش للقرآن،
هيا صديقي هذا طريقي، هيا صديقي هذا طريقي، هيا إلى القرآن. ربه إن منايا أن تستقيم خطايا، ربه إن منايا أن تستقيم خطايا، ثم أصير للخلق نورا يا رب يا رب. ما شاء الله، بارك الله فيك يا شيخ، بارك الله في صوتك. شيخنا هل تفهم عربي؟ تفهمني؟ نعم. هذا الانتشار لبرنامج محفل في الهند، برأيك أنت ما هي المواصفات الجميلة التي أعجبت الأخوة في الهند؟ تعرف أميتاب باتشان؟ لا أفهم. You speak English? You speak English? Bob, you speak English? Somebody. Yes. Yeah, yeah. Ask him. English? Okay. رزوان فرم. No, you. لا. یاد خاطرات خودم میافتم که میریم خارج از کشور به یارو میگیم مثلا اروپا، can you speak English؟ میگی yes. تمام. استاد، ask you one question. In program Mahfil. Yes. What it is like for people in India? Speak again? تعرف فرنسي؟ تعرف فرنسي؟ نعم. أردو. يلا احكي فرنسي. شديدنا ما بلد. فرنسي؟ لا. فرنسي. كيس كيف بوزامي؟ إسبانيولي بلدي. فرنسي لا أعرف. سو مهفل. فرنسي هذا. فرنس. البروغرام مهفل. إسك بوزامي إمي؟ بروغرام محفل هاي اینگه ای فرنسی آقای اسپانیولی ببینید تشویق بکنید آقای محمد اسد رو خب شیخ محمد اسد به هفت زبان زنده دوشا حرف زدی خدا بکید I will speak three line my Urdu song again yes Urdu song Urdu speak Urdu ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر تیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے نہ اترا زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر نہ اترا زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے اللہ 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 آقا خیلی ممنونم اشکرک استاد استاد عبدالکبیر الحیدری از کشور افغانستان میهمان محفل هستند جناب آقای الحیدری عزیز خوش آمدین تشویق بکنید استاد عبدالکبیر الحیدری رو تفضل بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب دارم از همه شما سروران عزیز
و بینندگان عزیز و همچنان خدمت اساتید معظم قرآن، دوست و برادر عزیز ما حاج احمد شاکر نجات. خیلی ممنون. البته از دوستای قدیمی ما هستند. سلامت باشید. بعد از 15 سال بعد دیدیم. خواهش می‌کنم. سلامت باشید. جناب استاد بزرگوار شیخ فضیلت شیخ، اهلا و سهلا و مرحبا بک. جناب استاد احمد ابوالقاسمی، حاج آقای بزرگوار و الاخ العزیز الحبیب الاستاذ حسنین، حیاکم الله، اهلا و سهلا و مرحبا بكم. بخوانید برامون مام کیف کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. الله الله الله، ما شاء الله يا عين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله 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 يا شيخ عبد الكبير. الله 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 الله، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ ورب ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله 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 الله، ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك وما سلام سلم استجير بالله ان شاء الله. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. نعم يا ربي، لا اله الا الله، اجرنا يا رب. وتكون الجبال كالعهن. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. نعم نعم، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل
احسن طیب الله انفاسكم. جناب عبدالکبیر عزیز، من فقط یه سوال بپرسم. شما بپرس حسن اینجا، چون این سوال همیشه شما عربی فارسی فارسی دیگه فارسی. حياك الله شيخ عبد الكبير. حبيبي حياك الله. الجو بارد عفوا يعني. معنى كيف فارسي بورسي؟ بلى بلى من بورسان خبيث. شما از قطر اومدید یا از افغانستان؟ جان من افغانستان ساکنم، اما به خاطر سفرهایی که می داشته باشیم ساکن عمانم هستم، مسقط. بله مسقط. برنامه محفل رو دیدید حتما، کشورهایی که رفتید واقعا خصوصا در کشورهای عربی، حالا افغانستان هم حتما زیاد پخش شده و بیننده های زیادی داره، یعنی چند برابر بینندگان عزیزمون در ایران بوده. شما نظرتون چی بوده در به حضور شما؟ نظر را که مردم داشتن ما هم همون نظر هستیم، یعنی مردم با یک دنیا علاقمندی و شوق نگاه میکردن و استفاده میکردن، بهره میبردن و در حقیقت در قسمت اشاعه فرهنگ غنامند قرآن بسیار مؤثر بوده در جامعه امروزی. الحق و الانصاف، یعنی الف مبروک علیکم. میدونم، یعنی میتونم بپرسم که به نظر شما چرا محفل تا این حد منتشر شده؟ بله، امروزه هر برنامه نیاز به آپدیت داره. این فکر میکنم که یک ورژن جدید و آپدیت شده است که امروز شما تقدیم کردین ایره. و نسل امروزی خب دنبال همچون چیزها هستند که یک چیز تازهی به دستشان باشه، یک چهره‌های جدیدی اونجا باشه و مخصوصا چهره نسل جوان خیلی مؤثر بوده. ما فکر میکنم که یکی از ویژگی‌های از این برنامه بحث همی خود ابتکار در خود برنامه بوده که برای اولین بار این را گفته میتونیم در سطح دنیا بوده. بدون یعنی اغراق میتونیم گفته که الحق و الانصاف قابل تقدیر و تمجید است. نکته بعدی عزیز که شما مهمانانتان متنوع هستند، از یک طیف و طایفه نیست، یعنی خودش در حقیقت می افزاید به اصالت و بزرگی خود برنامه و خودش یک ابتکار الحق و الانصاف که زیبایی است که امروز بیشتر از جوانای امروزی انتظار همچون برنامه را دارن و در حقیقت بگویم که شاید یک الگویی باشه برای کشورهای دیگه با امید خدا ان شاء الله. خیلی ممنونم جناب عبدالکبیر الهیدری از افغانستان ساکن عمان، تشویقشون بکنید. سلامت باشید. متشکرم. رسم میهمان نوازی رو با صدای دستاتون نشون بدید. تمام. این پویش زندگی با آیه هاست. قصه چیه؟ میخوایم هر شب یه آیه رو بخونیم، حفظ کنیم، یاد بگیریم و زندگی کنیم باهاش. 30 شب 30 آیه. هر کی میخواد تو این پویش شرکت بکنه عدد 1 رو به این شماره 3011145 میفرسته. بعد 10 دقیقه قبل از برنامه محفل یه مسابقه برگزار میشه زنده از شبکه 3 و اونایی که میخوان توی این مسابقه شرکت کنن همزمان در روبیکا پاسخ سوالاتی که تو اون مسابقه داره مطرح میشه رو تو روبیکا میدن. سوالات از اون آیه‌ای که تو روز گرفتند، یعنی همون یه آیه، و محتوای برنامه محفله. پس 10 دقیقه قبل از برنامه محفل مسابقه زنده شبکه 3 جواباش رو توی روبیکا میدید. هر کس تو مسابقه شرکت کنه جایزه بینش تقسیم میشه و جواب درست بده به همراه جوایز دیگر، حج تمتع، حج عمره و کربلا. زندگی با آیه ها، این پویش قراره که نفس کشیدن تو فضای قرآن رو بهمون یاد بده. تشویق بکنید یکی از مستندسازان همروزگارمون جناب آقای عباس لاجوردی رو. سلام. بفرمایید یه سلام علیک کنیم. سلام خدمت همه دوستان عزیز. ماشاءالله جمعیت رو بگردم. پسرم به من گفت بابا
اشتلش نداری ولی اینا رو میبینی. گفتم والا من کارم فیلمسازیه، اشتلش به دوربین و هزار ندارم، اشتلش به این استادا دارم. حالا حسنش اینه که این استادا در حوزه شما متخصص نیستن و شما میتونین راحت اینجا برامون حرف بزنین. با موضوع قرآن سوزی آقای لاجوردی مستند ساخته و به نظرم مستند ملتهبیه. وقتی میگی مستند ملتهب، اونایی که فیلم بینن، فیلم سازن متوجه میشن که من چی میگم. کار سختی هم هست. سوژه ها رو اول لیست کردین، به چی فکر کردین، سراغ کیا برین، از کجا شروع کنین؟ من مثلا با اون کشیش امریکایی که قرآن رو آتش زد صحبت کردم، با اون کاریکاتوریست دانمارکیه گفتگو کردم توی منزل شخصیش. راتون دادن؟ همین. یعنی شما گفتی آقا من موقعی که مکاتبه میکردی، من یه مستندساز مسلمونم، میخوام بیام با توی کشیش دانمارکی که قرآن منو سوزوندی مصاحبه کنم. اونا پذیرفتن؟ نه اینطوری نبود. خب اول که ما به هر حال روشایی رو رفتیم، کانال زدیم، چند حلقه وکیلاشون رو رفتیم جلو که رسیدیم بهش. حالا بازش نمیکنم زیاد چون شاید اون حلقه ها لو برن اونجا، بعدن در صبر اونها بشه. به هر حال رسیدیم به، از خودشون هم بودن ها، از خودشون هم بودن، اون افرادی که آدرس و تلفن ایشون رو دادن به من، رسیدیم بهشون بعد از چندین روز. من اینقدر اطمینان داشتم به بچهای این تیم میگفتم، گفتم اصلا استرس نداشته باشیم بابت کارها، چون کار برای قرآن خدا کمک میکنه. باریکلا. من اونجا وقتی میخواستم بلیط بگیرم از پاریس برم دانمارک، یک هفته قبل بلیطمو گرفته بودم. اصلا ما نه اینو دیده بودیم نه چیزی، اینم تحت حفاظت شدید. شبیه سلمان رشدی که فکر کنین الان حالا زنده است یا نیست، کجا هست کجا نیست. چند روزی صبر کردیم، هیچ اتفاقی نیفتاد، هیچ اتفاقی نیفتاد. بچه‌ها گفتن بیاین کنسل کنیم، گفتم نه صبر میکنیم. شد یک روز قبل، دو روز قبل، یک روز قبل اون پروازمون و حتی شد چند ساعت به پروازمون. ما ساعت 2 پرواز داشتیم، به بچه ها گفتم 12 از اینجا حرکت میکنیم که یک ساعت زمانه، یک ساعت قبل پرواز برسیم. 10 دقیقه به 12 یک ایمیل اومد برام، این شماره کورت وسترگارد کاریکاتوریست دانمارکیست و نگین از من گرفتیم. زنگ زدیم، آقای وسترگارد خودش گوشی رو برداشت، این شوک بزرگی بود به ما که خودش برداشت چون موبایلش بود، و اوکی داد و رفتیم. و خیلی میخواستم بدونم ما کی هستیم، و وقتی که رسیدم اونجا متوجه شدم یه منطقه رو قراغ ایشون کردن، یک شهرکی رو قراغ ایشون کردن برای حفاظت. بله برای حفاظت، با افراد مختلف، حتی بادیگارد اسرائیلی داشت، بادیگارد دانمارکی داشت. و وقتی اونجا رسیدم اینقدر فضا ملتهب و بد بود که احساس کردم توی دام افتادم، منو کشوندن اینجا که اتفاقی بیفته. حالا این نقاشی رو، این یکی از همون کاریکاتوری بودی که اون کاریکاتور دانمارکیه وقتی اومد اونجا گفت چطور اومدی اینجا، چطور جرأت کردی، حرف اول شما چطور جرأت کردی بیای اینجا؟ بعد گفتم که خب من وظیفه حرفه‌ایم و رسانه‌ایم و رسانه‌ایمه و من یه مسلمونم، شما یه کاری کردی، من باید ببینم چرا این کاری کردی. خب به نوعی حال کرد با این موضوع، گفت یکی از کاریکاتور نقاشی‌ها میخوام به تو هدیه کنم، نقاشیش هم امضا کردی پایین چرا دستتون رو میذارید؟ آره این تصویریه که نمیخواد آقای لاجوردی ما ببینیم. نمیخوام اونو ببینیم. آره این تصویر اون، حالا خیلی هم دیدن نداره اون کاریکاتوریست. تو عباس وید ریسپکت کوردستر، یه جور سنده برای شما. بله بله. بعد من می‌خواستم بیش زاویه‌های دیگر فکرش از نقاشیش بخونم، چون خودم هم رشته هنر خوندم. معمولا یه هنرمند توی اثرش فکرش دیده میشه، و تمام آنچه که فکر میکردم ایشون بود، دقیقا همون ضدیت با اسلام که توی اثرش دیدم و فراماسون بودنش که بعد که حتی عکسایی رو ازش دیدم، دیدم با خانم مرکل توی چه فضای فراماسونی ازش تقدیر شده، و تمام اونا رو من همون موقع توی نقاشیش دیدم. شما با یک کشیش کجایی؟ امریکایی.
امریکایی که قرآن رو سوزونده مصاحبه کردیم. بله. توی این مستند و با اون کاریکاتوریست معروف دانمارکی. بله. اولین توهینایی که به قرآن شد و به پیغمبر شد. بله. اسم مستند چی بود؟ مستندی که بر کدام آزادی؟ کدام آزادی؟ کدام آزادی؟ وقتی داشت این کیه؟ این کیه عباس؟ این کاریکاتوریست دانمارکی است. این لحظه که داره این نقاشی رو داشت برای من امضا می‌کرد. خب این اون کاریکاتوریست دانمارکی است. بعد از کاریکاتوریستی که چیز کاریکاتور علی پیغمبر کشیده بود به اون هم گفتیم که چرا این کارو کردی؟ گفت اینجا کشور آزادیه. گفتم من همین الان دارم از جشنواره کن میام، آقای استاد فونتریه، بله، استاد سینمای دانمارک و جهانه، ایشونو از جشنواره کن اخراج کردن به خاطری که یک کلمه گفته بود که به نظر من اسرائیل موی دماغه. بله. از جشنواره کن اخراجش کردن، دیگه راش ندادن رو سن. گفت من الان از جا میام اینو اخراج کردن. بعد خودش خندید و بعد گفتش که ما به حال آزادیم. گفتن خب اگر یک توهینی علیه یهودیت بکنی همین نشریه خودتون که این جسی چاپ میکنه. بعد باز گفت نه این کار نمیکنم. گفتم پس کجاست آزادی؟ شارلی ابدو. بله بله بله. حتی گفت من بر اساس قوانین دانمارک I can offend to every religions، من میتونم به هر مذهبی کنم، به هر دینی، به هر مذهبی، و من میتونم به هر چیز توهین کنم. گفتم خب بیا میتونی به یهودیت و هولوکاست خصوصا تاکید کردیم هولوکاست توهین کنی، اصلا کار به راست دروغش نداریم. یه گفت نه. تو این 3-4 ساعت به جایی که خصوصا دیگه هی به من میگفت کجایی هستی، چون بهش نگفته بودن من هنوز کجاییم، پاسپورت دست دم دریا بود، هی کجایی هستی، من هم فرار میکردم نمیخواستم بفهمه ایرانیم اول. بعد دیگه دیدم نه، دیگه گوشه رینگ انداخته منو، گفتم ایرانی هستم. این لحظه ای بود داشت یک سری کاریکاتوراش میآورد به من نشون بده، دستش بود دور، گفت کجایی هستی؟ گفتم ایرانی هستم. گفتم که ایرانی هستم، این پاهاش دیدی بعضی وقت پشت پای یه نفر میزنن خالی میشه، پاهاش خالی شد افتاد رو صندلیش. گفتم و اینا چقدر از ایرانی میترسن. این جالب اینه که اون کشیشم مدام از من سوال میکرد کجایی هستی، که وسط این همه خبرنگار نه والا وسط پریدی وسط جمعیت ده. هی سوال کردم، باز اونم فرار کرد چون میدونستم اینا از ایرانی میترسن. اولین سوالی که از اون کشیش پرسیدی چی بود؟ اولین و بزرگترین سوال و اون چی که از ایران تا اونجا بهش فکر میکردم، چون شما خودتونم این کار هستین، شما بعض ما یک فرصت داری یه سوال. احسنت، من همینو میخوام بدونم. یک دونه سوال. Do you read the Quran؟ آیا قرآن خوندی؟ احسنت. No. گفتم شاید اینجا کنار خیابون مردم بگن نه این نو نگفت. گفتم نو. گفت نو اصلا. دورشم پر محافظ و رسانه‌های فرانسوی و با بوم و دوربین و کامرامن و حالا من اونجا کار خدا دیدم. خودت تصویر میگرفتی؟ یا یه تصویر؟ من اون روز اصلا قرار نبود تصویر بگیرم. من اون روز وارد شدم، قرار بود با من هماهنگ کنن که اینو توی ایالت فلوریدا ببینم. یه جای دیگه ببینیش. آره کار خدا، من از مترو اومدم نیویورک رو بچرخم، اومدم بالا با کلیم دیدم این اونور خیابون وایستاده، اون ایالت، این ایالت جلوی من وایستاده با بادیگارداش و اینا. این کیه؟ این کاری کشش امریکایی است. همون که تو خیابون باش مصابه کرد. تشکر میکنم از تو، من نمیدونستم اینا رو دارم. این کشش امریکایی است که قرآن اون آخر میبینین چند نفر وایستاده دارن ما رو نگاه میکنن، کچلوار دارن. آره اونا FBI بودن، تیم حفاظتشه. بله بله. این کشیشه رو سوال اول این بود که خب قرآن خوندی؟ گفت نه. بعد چجوری گفته بود پیش رفت؟ بهش گفتم که تو چرا به قرآن نسوز کردی؟ اومد گفت چون شما بنلادن دارین، چی دینیه بنلادن پرورش دادین فلا اینا، خیلی رو بنلادن داشت چیز میکرد. گفت خب ما خودمونم بنلادن رو قبول نداریم. گفتم که من بیشتر از تو اسلام رو میشناسم، به توصیه میکنم که بری یکم قرآن رو بخونی، قرآن پر از زیبایی هاست و تو نمیتونی بگی اسلام دین تروریستیه و مسلمان ها تروریستن. چی جواب داد؟ اولین بار من تمام مصاحبه رو تقریبا نگاه کرده بودم، اولین بار به یک مسلمون گفت بله تو درست میگی. عجب. ببینین من مسلمونم و ما مسلمونیم،
هم قرآن توی جیبمه، هم یه انجیل با خودم آوردم. اگه بخوام این انجیل رو الان آتیش بزنم، شما ها میذارین؟ نه. میذارین؟ اصلا نمیذارین. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. الله الله الله. بإن دليل ما نمتنم آتش بزنينه چون خدا به ما این اجازه رو نداده. اما شما چطور قرآن آتش میزنید در حالی که نخوندی؟ پس خیلی باید جاهل باشی. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان. الله الله لا حول ولا قوه الا بالله. ببینید این اتفاق در طول خود تاریخ قرآن برای خود قرآن افتاده، برای خود قرآن و پیغمبر خدا تا تونستن مسخره بازی در آوردن. یعنی گفتن شاعره، گفتن ساحره، گفتن مجنونه، گفتن یعلمه بشره، یه کسی بهش یاد داده اینا رو، گفتن قالوا اساطیر الاولینه، گفتن اضغاث و احلامه، گفتن خوابهای آشفته پیغمبره، لولج تبعیت ها یه مدتی وحقت شد، گفتن خب خودت خود بباف بساز دیگه، مفتریات بافتنیه، هرچی تونستن نسبت به وجود مقدس پیغمبر و قرآن گفتن. و اتفاقا همینی که شما گفتید که نشنیدن، یکی از کارها این بوده که گفتن لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون. یعنی اینو نشنوید، اگه بشنوید که دیگه دست خودتون گم میکنید اون موقع. ولی همه این اتفاقات افتاد، ولی من باب این آیه‌ای که در سوره مبارکه صف است از حسنین عزیزم میخوام اینو بخونه، یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. به قول مولوی میگه کی شود دریا ز پوز سگ نجس، کی شود خورشید از پف منتمس. یعنی کی خورشید رو با فوت میشه خاموشش کرد. ببینید نباید اینطور بشه که افرادی در دور کره زمین احساس امنیت بکنن بر اینکه پیغمبر خدا رو مسخره بکنن، کاریکاتور پیغمبر رو بکشن، قرآن رو آتش بزن. این کار رو نباید بتونن بکنن، یعنی این احساس امنیت رو نباید بکنن. ولی از اون طرفش خیال ما تخته تخته، خیالمون جمعه جمعه از این که کی شود دریا ز پوز سگ نجس، کی شود خورشید از پف منتمس. یوریدون لیطفئوا سبحانه وتعالى والله متم نوره ولو كره الكافرون. الله يا حسن
حسرة على العباد. اي والله يا حسرة على العباد. يا عيني ما يأتيهم من رسول وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. الله يا لطيف. الله الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الله 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 الخاسرون هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. أولئك هم الغافلون. ممنونم ممنونم عباس لاجوردی ممنون عباسم خدا نگهدار. ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور. الله يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. الله 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 ما شاء الله. ولباسهم فيها حرير وقالوا يا سلام. سلم. وقالوا الحمد لله الذي
الله طيب 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 إن ربنا لغفور شكور الله سبحانه الله يا حبيب طيب جل جلاله نعم جل جلاله كمان 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 إن ربنا شكور كمان وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور سلم الله يا سلام سلم طيب 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 وقالوا الحمد لله نعم الله 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 صوتك يا أستاذ أحمد أيضا يذهب عنا الحزن وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور طيب قالوا الحمد لله الحمد لله نعم وقالوا الحمد لله الله وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن هم خوشته است هم باید صد بار تکرار بشه اذهب عنا الحزن وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقالوا الحمد لله الذي
زنده وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد احسن حبیبی. آقای موزایی صدای آقای صداقت خیلی هم قشنگه و میتونه هم صدای جدی هم میشه هم نرشنای خوبی بخونه هم اخبار بگه. بابا کن میخواد تستش کنی من چیه صدای چی؟ صدا من اخبار گفتن و نگفتی اخبارو آه یعنی قرآن نخونه چرا؟ چرا؟ الان میخوایی صدای قبلش که میخواستم بیام احساس کردم یه خوابی برای ما چی دید نه خواب ندیدیم والا یه الان یه خبر بگو الان مثلا بگو که در بررسی های به عمل آمده در برنامه محفل بهترین میزبان احمد ابوالقاسمی شناخته شد بگو صاحب بابا دیگه حالا از قضیه چیز داره آقا بگو خبر دروغ که درست بود الان خب چه خبری رو دوست داری بخونی آقای صداقت آزادی قدس رو فکر کنم آزادی قدس چه خبری؟ چه خبری؟ آرزوی من اینجوریه به خدا خب شما هم عربیشو بگم شما هم عربیشو بگو باشه با هم یه جوری کنار میگم البته تسته ها تست آره داریم تست میگیریم از آره قبول نشی حالا اگه تست مثبت شد اتفاقی میفته یا نه آقای ابوالقاسمی تو رادیو کار میکنه تست مثبت شد میرید کم چی کجا کجا کم حامد حامد جان بسوزه پدر تجربه پدر تجربه بسوزه خب بسم الله الرحمن الرحیم به خبری که همکنون به دست بنده رسید توجه بفرمایید قبلگاه اول مسلمین به دست لشکر اسلام آزاد شد محکم خوب خوبه محکم با انرژی نشون بده که خیلی تقوله بفرح انگار مثلا مغازه فلانی رو کیکش کشیدن بالا نشون بده یا نمیدونی قبله چیه یا بینندگان عزیز توجه شما را به خبری که همکنون به دست بنده رسید جلب می کنم آفرین و ان جندنا لهم الغالبون شاد باش و تهنیت به همه مسلمین جهان قبلگاه اول مسلمین بیت المقدس شریف به دست سپاه اسلام آزاد شد الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله خب
خیبر خیبر یا یهود جیش محمد سوف یعود خیبر خیبر یا یهود جیش محمد سوف یعود خیبر خیبر یا یهود جیش محمد سوف یعود البته کسی گفت که خیبر صداقت جنسمون جوره اینجا میبینی دیگه بیام آره آره همینجا هر جور راحتی همینجا خوبه قد وصلنا توا خبر عاجل ومن فلسطين التي كانت محتلة أن القبلة الأولى للمسلمين القدس قد حررها المجاهدون الله أكبر تبريك حاج آقا باور کرد انقدر خوب خوندی بلند شد بغلت کرد تبریک حسن این چه خبری دادی بغلت کرد حسنین ما في اعزائي المشاهدين ما في ماكو عز العالم للعالم مباشره لا 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 للعالم لو فرز به قول علما که قدس آزاد شد آرزوی هر قاریه که اونجا تلاوت کنه حامد توی کعبه رفته حس داخل کعبه رفتن رو میشه توصیف کرد میتونی برامون بگی تو رفتی چگونه بود من صادق جان لحظه‌ای که مشرف شدم به داخل کعبه بارها گفتم بهترین لحظه زندگیم بود و زبانم قاصر و کوتاست از وصف اون لحظات بارها گفتم و اینجا هم عرض میکنم بهترین لحظه عمرم در اون موقع سپری شد لحظاتی که در داخل کعبه بودم طبیعتا حضور در داخل کعبه یه صفایی داره اینکه محل تولد مولا امیرالمؤمنین مولا متقیان حضرت علیه السلام رو هم ببینی این خب باز یک صفای دیگه ای داشت اما صحبت عزیزمون آقای صداقت که فهم بودن دوست دارم خبر آزادی قدس رو بخونم من یاد مصطفی اسماعیل یک تلاوتش افتادم که اونجا آره تلاوت داشته هستن من هم دوست دارم اونجا یک تلاوتی داشته باشم انشالله خب چه آیه ای رو دوست داری اونجا بخونی؟ آیات زیادی به ذهنم میرسه ولی آیه که الان بخوام بخونم و نرید ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين يوم لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون الله بقیه دوستان هم خب پس صبر کن حامد جان بیا پایین چون الان ما تصویر قدس رو داریم این حس رو میشه آدم با خودش یه تداعی بکنه آینده دوری هم نیست انشاءالله احمل شما خب بریم یه بارم از این وری نگاه کن خیلی ممنون خودتون معرفی کنید عزیزان خیلی آرزو داشتین حامد بشینه اونجا خدا وکیلی شما هم از اون بالا نگاهش کنید بگید بخون حالا حسنین الهلو استاذ حامد سلم على اللجنه سلم على اللجنه سلم على الاساتذه سلم على الاساتذه سلام من حسنین الهلو هستم تازه قرآن رو شروع کردم یه اتفاقی تو زندگیم افتاد یه تلاوت زیبا از آقای حامد شاکر نجات شنیدم و قبل از اون حامد این آسیاب به نوبت ها اینا میان میشین اینجا قبل از اون خب تو دیسکو کار میکردم ولی یه دفعه اتفاق افتاد نمیدونم چی شد که علل میتونم که این تلاوت منو منقلب کرد و مسلمون شدم اصلا آره بابام بهم عیدی داد یه توپ قلقلی داد اسألك سؤال لو سمحت استاذ حامد هل كنت تتوقع في حياتك انك ستجلس امام هذه اللجنه الكريمه ولی امیدوارم هیچ وقت واقعا حسنین اینجا نشینه معمولا خدا میدونه داره فکر میکنه همین الان داشتم به این فکر میکنم گفتم از الان داره فکر میکنه بیاد پایین چی بگه آره سان این آیاتی که عرض کردم همشو خودم میخونم آره ارجو ان لا تقلق يعني لا ترتعب ونريد ان يعني اقرا بهدوء لا ترتعب منا انت تكلم من الان حسنين او حامد بس هم که
استاد ابوالقاسمی هستن که حواست باشه منم میام اونجا. سالهاست خدمت قرآن هستن ولی نمیدونن از کجا قرآن رو شروع کردن. بدون تمرین قرآن یاد گرفتن. حالا پیدا کنید پرتقال فروش رو. رضوان درویش عزیز هم که قربان چیزی نگم یعنی چشم آمد بس بخون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض طيب طيب. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة قاسمی بفرمایید. جمیل چی حامد جان رو تشویق کنید. حسن چیکارش کنم بکوبمش یا نه؟ آره راحت باش آقای ابوالقاسمی بفرمایید. حسن بگو حامد حامد میخوامت عالی عالی وای چقدر سخته اینجا. میدونم زمان کمه ولی منم یادم میاد که بچه بودم خیلی از صدای تلاوت قرآن خوشم میومد و قصد کردم که یه قاری بزرگ بشم. اما یه روز یه تلاوتی شنیدم از حامد شاکرنژاد، اصلا از دین برگشتم. خدا شکر خدا شکر. حاج احمد آفرین استاد. حاج احمد بعد رفتم حاج احمد صبر کن نه. چه جوری 120 سال پیش یادته؟ خب نه حامد خب الان 400 سال پیشه. تازه شروع کردم من. خدا نه خود کسی هدایت نمیشه. بعد رفتم کربلا دیدم یه صدای خیلی قشنگی داره واقعا شیفته شده. یا حبیبی نه اینا گاوبندی کردن با هم. یا حبیبی آفرین به لطف امام حسین ولی به وسیله حسنه یا صدای خوش حسنه. اون کربلا رو منم بهت میدم آقا ولش کن. نه 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 شما اونجا دیدم. آره یادم آقا خوب شد دو تا ادامه بده ادامه. مکه چی میشه حسنه؟ مکه هست هست خب بگیم هست به افتخار استاد ابوالقاسمی که استاد شدم بعدم. ببین من کجا نشستم، ببین من سر چی میزی نشستم. یه نفر البته آقای قاسمیان با ماست، رضوان با ماست، خدا با ماست، حالا شیاطین هم هر جا. بسم الله حاج احمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الله الله يا أستاذ. نعم نعم يا سيدي نعم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الله الله عالی عالی عالی. دم شما گرم دم شما گرم. سیدنا تفضل. لا لا نه نه لا لا کامل. یلا حسنین هنوز شارژ نکردم. یلا حسنین که جواب بدم. خلاص سنعطيك سنعطيك علامه جيده خلاص من الان. خیر ان شاء الله. خدا رو منو تشویق کنی. ما
حسن بله. من به حکم کرامت اگه بودم هیچی نمیگفتم، میخوندم. اینو دو دقیقه دیگه آقا اینم ببینید، اینو دو دقیقه دیگه ببینید. قربونت برم اینم ببینید عزیزم. آره بسم الله الرحمن الرحیم. اون نکته ای که عرض کردم حسنین خیلی دوست داشتید ببینید ایشونه. سلام. آره که تازه به دین اسلام مشرف خوب هستید. آره بگو از دیسکوهایی که میرفتید. من از مشهدم. چی؟ من از مشهدم. از مشهدون. نه از مشهدون. مشهد مشهد از مشهدون. لذید مشهدون خواه یکون حلوین. مشهد حلوین برادرم اسمش حمیده. منم محمدم. ولی که الله ولی که الله. آره نه نمیتونم جواب بدم، به بزرگی خودم میبخشم. آمین. نهار تو بذار واسه شام. حتی اینو گفتم چون روزه است نهار نمیتونه بخوره شام بعدم. آقا بخون دیر شد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله يا رب يا رحمن يا رحيم. الله الله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر احسن احسن طيب الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بهار دل کش رسید و دل به جا نباشد از آن که دل مردمی به فکر ما نباشد. در این بهار سنن بیا و شتی کن که جنگ و کین با من هزین روان باشد. احسن صاب در بول بول در رخگل خدا به خند می گفت نازنی جمینان را خدا وفان باشد. خیلی ممنون. من برای همتتون یه یا علی میخوام. ماه رمضون خدا یکی رو نه صد تا بلکه چند صد هزار تا حساب میکنه. پس اگر آماده ایم برای اینکه تو این مسابقه خدا عقب نمونیم، طرح اکرام ایتام به نظرم یه مسیر خوبه، یه مسیر مطمئنه، یه مسیر قابل اعتماده. رفقای من در کمیته امداد طرح اکرام ایتام رو خصوصا برای این ماه ویژه قرار دادن. همیشه میشه ها، ولی ما رمضون یه لطف و یه صفا و یه برکت و یه اجر مضاعفی داره. شما میتونین از یه دونه یتیم تا هر چند یتیمی که استطاعتشو دارین به فرزندی قبول بکنین و با واریز مبلغش به این آدرسایی که حالا داره زیر نویس میشه توی طرح اکرام ایتام شرکت بکنین. دست دهنده محتاج نشه،
بگو یا علی. فرهام فروتن و مادر عزیزشون مهمان ما هستن. خانم بفرمایید یه سلام علیک بکنین تا من برم سراغ گفتگو. بسم الله الرحمن الرحیم. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. عرض سلام دارم خدمت میزبانان گرانقدر، حضار حاضر در سالن و بینندگان فهیم برنامه محفل و همچنین آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم برای همه عزیزان. زنده باشین. چند تا فرزند دارین خانم؟ سه تا. پرهام چندمی فرزند شما؟ فرزند اولم هستم. کی متوجه مشکل پرهام شدی؟ پرهام جان 6 ماه متولد شدن و بعد به تولدشون 2 ماه در قسمت NICU بودن به واسطه نارسیشون. تا 1 سالگی شاید نمیخواستم بپذیرم و بعد از اون که دغدغه حرف زدن و راه رفتنش برای من پیش اومد و به پزشکای متخصص مغز و اعصاب و غدد فراوان مراجعه کردم، تشخیص CP یا همون فلج مغزی، اوتیستیک و بیماری ذهنی حرکتی و عدم دید مرکزی و پزشکان روی پرهام تشخیص دادن و من بعد از باید میپذیرفتین دیگه. بله، اون موقع فهمیدین؟ بله دیگه، برام یه جورایی باورپذیر شد. این بچه های دیگه که الحمدلله مشکلی نه خدا رو شکر سایی. خب بالاخره برای مادر خیلی سخته نه. یعنی با امید و آرزو فرزندی رو به دنیا بیاره و بعد اون وقت حالا منتظر حرف زدنش، منتظر راه رفتنش، بدو بدو کردنش، بازی کردنش، متوجه بشه که بچه یه همچین مشکلی داره. در صدد درمان بر اومدین ها؟ بله، از طریق کار درمانی و گفتار درمانی پیگیر شدم و به لطف خدا و خواست خدا توی 3 سالگی موفق به راه رفتن شد و در 6 سالگی گفتار پیدا کرد و تونست الان کامل حرف میزنه. برها حرف میزنه؟ بله، شاید 1-2 تا حرف و درست تلفظ نکنه، اگه نه کامل گفتار داره. بله، به لطف خدا. حالا یه نکته عجیب بگم بهتون. کی متوجه شدین که پرهام حافظ قرآنه؟ یه روز که در داخل منزل بودم از مدرسه‌شون با من تماس گرفتن و گفتن که خانم فروتن، آقا پرهام کلاس آموزش قرآن میره. گفتم نه چطور مگه؟ گفتن شما میدونید که پرهام حافظ کل قرآنه؟ یعنی شوکه شدم، برام اصلا باورپذیر نبود چون نه آموزشی دیده بود تو خونه قرآن، صدای قرآن فقط از طریق تلویزیون اگه گاهی قرآن پخش میشه. گاهی اوقات نه همیشه. نه دائم. یعنی یه چیزی که اصلا میگم در اعجازه دیگه، یعنی باورپذیرش به صورت عادی امکان نداره. ما هم باورپذیر نیست. آخه تلویزیون که میشه. پشت سر هم پخش نمیکنه که بگیم حالا یه نفر نشسته. آره دیگه، میگن گاهی قطعه قطعه اصلا آقا پشت هم پخش پشت هم هم چرا بار پشت جلو تلویزیون بشین، رادیو از صبح تا شب برات کل قرآن رو بخونه، آخر شب یه آیه هم حفظ نیستی. بعدم حالا بخوام اسم ضعف روش نذارم، ولی واقعا با این شاید عدم توانمندی کاملی که پرهام داشته، یعنی مثلا فرزندان سالم گاهی اوقات باید کلی ابزار ترغیب و تشویق براشون فراهم کنن. اجازه است برای ما قابل باور نیست، برای میزبانامون هم قابل باور نیست تا اینکه بپرسن. آره نه. اجازه بدین که بپرسن. یه صلوات به شیوه خودمون بفرستیم. اللهم صلی علی محمد و علی محمد. الله من این نکته که عرض کردم حالا آقا حامد کاملش کرد، ولی میخوام اصلا قسمت های از
قرآن ممکنه پخش نشده باشه. حالا بحثی نیست که اگه پخش شد شاید معجزه باشه، ولی مثلا من الان تلویزیون چند سال دارم رصد میکنم، همه قرآنو که توی مثلا یک سال پخش نمیکنه یه جوری که من میخوام بشنوم. من سوالم اینه این چجوری حافظ کل شده؟ مادر اصلا خودشون هم نمیدونه. مادر شما کامل میدونین خانم فروتن؟ میگم معلمشون با من تماس گرفتن و اینجوری عنوان کردن که پرهام بهشون گفته بود که آقا من میخوام بازیگر ملکوت بشم، شما میدونید ملکوت یعنی چی؟ گفت من رفتم تو گوشیم کاملا تصادفی گفت معنی ملکوت رو برای پرهام سرچ کنم، بعد هم یکی یکی هی سوره ها رو گفت آقا من بلد، گفت سوره اومد، بعد گفت من اون سوره رو هم بلدم بخونم، گفت خوند، بعد من رفتم چه معاون و مدیر مدرسه اونا اومدن خوندن و خون براشون و کارشناس علوم قرآنی. پس خود شما هم در واقع از ناحیه مدرسه متوجه شدید؟ بله خودتون هم نمیدونستید؟ یعنی رسالا معناش اینه که ایشون هیچ کاری برای قرآن هیچ ندیگه دارن میگن هیچ کاری نکردن برای قرآن، یعنی فرزند شما زنگ زدن گفتن و مدرسه تازه بهشون اطلاع دادن. خانم نکنیم ببخشید جا اول اجازه بدید باور نکنم چون باور نکردید. باور نکنید منم قبول دارم. خانم فورتن من میتونم با فرهام سلام علیک کنم؟ خواهش میکنم فرهام جان. فرهام جان سلام. سلام چطوری عزیزم؟ خوبی قربونت برم. قبول باشه نماز روزه ها؟ مرسی. خوش اومدی به محفل. پرهام رو تشویق بکنی. پرهام دارن تو رو تشویق میکنن. پرهام میزبانای ما اساتید ما میخوان ازت قرآن بپرسن، آماده ای؟ بله بپرسیم. سخت گیرانه بپرسیم. چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. شما رأيه واسم السورة عربيك. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلم. تلويك عنكبوت. الله أكبر. كلمة ميپرسم. حظ الأنثيين. تو چه آيه از چه سورة؟ صدا هفتاد و شش نسا. الله اکبر. تشویق کنیم. حالا تشویق کنیم. تشویق کنیم. من میخوام که پرهام تمرکز داشته باشه. حالا هر جا حستون بود تشویق کنیم. بریم. تفضل استاد رضوان. جنات الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله من حاجمت موهاتو نکن سوال بپرس. من میدونی من الان دارم فکر میکنم مثلا ما بچه‌ای که تو این سن باشه کلاس رفته باشه استاد دیده باشه روزی مثلا 4-5 تازه به زور میتونه اینجوری جواب بده. حاج احمد بپرس بپرس فعلا بپرس فقط یه کلمه هست خیلی مثلا این جمله کمه فاغرینا بینهم العداوه الا یوم. خب آیه و اسم سوره چه سوره؟ آفرین چه سوره ایه؟ آیه 14 ماده. آه ماشاءالله درسته؟ آره درسته. منم بپرسم یه سوال سخت. ولا تطع الكافرین و المنافقین و دع اذاهم. 48 احزاب. حسنه ولا يصدنك ولا يصد ولا يصدنك خیلی سخته این بهتر من آیه فی ولا يصدنك عزیز ولا يصدنك عن آیات الله بعد اذ انزلت اليك آیه خب واسوسه آیه چی؟ ولا يصد عيد 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 ولا يصدنك ادامش ادامش میخوام ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك آيه 78
87 قصص. الله الله. آقا من میخوام مردم هم بپرسن، دوستان بپرسن. من قرآن رو شما میپرسی؟ بیا هر جا که دوستی دست بذار رو آیه، من همون رو بپرس. گوش بده آروم که دینه چی میکنه. ان الله یعلم ما یدعون من دونه من شیء. آیه چه دادای عنکبوت. الله الله الله. شما این سوال بپرس. کجا؟ افمن کان علی بینة من ربه و یتلوه شاهد منه. چی؟ تکرار تکرار. افمن کان علی بینة من ربه و یتلوه شاهد منه. آیه 17 هود. دوست گفتم ماما. احسنت. آقای بوزری، من حدود حالا 35-6 سال محافل رفتم، ما ندیده بودیم همچنین و محفل این به اصطلاح گوهرها رو کشف کرد. ما هم نمیستونم همچین اتفاق کشور ما داره رقم میخونه. خیلی عجیب. آقا ایشون بازیگر ملکوته، همون چیزی که آخه چه اسم قشنگ، بازیگر ملکوت. معلم خودش خواسته بود که بازیگر ملکوت باشه، چون که این توجیه نداره به جهت طبیعی، این صرفاً حجت خداست و نشان دادن که فإن القدرة لله فإن القوة لله جميعا. قوت پیش خداست، خدا اینجوری خواسته دیگه. بازیگر ملکوت. بله. یه خواهشی میشه ازت بکنم؟ بله. یه درخواست دارم. بله. به ما میزبانا که اینجا نشستیم و این مجری عزیزمون، خب آقا رسالت بوزری، یه آیه‌ای که تو دلت هست اگه عنایت کنی لطف کنی به ما برای ما بخون. آقایون یه آیه بگو برای آقا. هر آیه‌ای که تو دلته حالته. خب بزنی یکی یکی بپرسیم. حامد، برای پرهام جان. بله. برای حامد بخون یه آیه، برای حامد بگو. آقای که لباس آیه 112 توبه. آبرون میره یه آیه. آه حامدون 112 توبه. سب... چیه حامد؟ سب کن حامدون. آه سا 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 حامدونه. حامدون. برای حامد چی میخونی گفتی؟ آقایی که لباس قرمز پوشید. آیه 112 توبه. ای جان سبحان الله. بخون. از تا ابون العابدون الساجدون. عابدون ال آبدونن ها حامدونن حامدون حامدون اسمشون تو الله العابدون الله الحامدون الله والحافظون لحدود الله. الله وبشر المؤمنين. يا رب يا رب. الله برای استاد رزوان. آقای که لباس کرم پوشیدن نگاه کن، براشون یه آیه بگو پرهام جان. آیه 15 آل امان. آل امان. ای جانم چیه؟ میخونی؟ وای کلا میخونی؟ قل اؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله. ورضوان من الله. ورضوان من الله. آها این داره دنبال اسم ما میگرده. خب سب کن. نه 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 سب کنیم خودش میگه. من فکرم همینجور داره مثلا میخونیم برای استاد اول قاسمی اسمش احمد تو خونه کیومرس صداش میکنه. آقای
ابوالقاسم که لباس سبز میشه. آیس شش سه من بعد اسمه احمد. الله اکبر. خب حاج آقای قاسمیان؟ بله حاج آقای قاسمیان، آقایی که معممن لباس لا اقسم به هذا ابوی قهوه‌ای دارن عمامه سفید. غلام رضا قاسمیان. قاسمیان آقای 19 سوریه معوی هم آده غلام آده غلام غلام رضا عالی 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 مخون حتی غلام یه غلام من زکی یا چه آیه هم غلام زکی یا حسنین جرن آقای حسنین یا اهدل حسنین میخونم پنجادو توبه پنج توبه چی داره؟ پنج و دو توبه پنج و دو توبه تو پنج و دو می قل هل تربسون بینا الا احد الحسنیان گفتم نه رساله من واقعا دوست دارم من سب کنید سب کنید خب مجری عزیزمون که اسمش رسالت بوذری بر آقای رسالت الذين يبلغون الرسالة آیه 23 سوره جن جن 23 جن آره راست میگه الا بلاغا من الله و رسالاته به به علی آبروداری کرده آبروداری کرده آره خدایی شانس رو آیه منافقی مرمون نخون گفتم یا ستار یا ستار خب خیلی ممنون جان آقای قاسم نه سوالم اینه که فکر میکنه مثل یک حافظ به صفحه و آیه میرسه میگه یا نه با یه مکانیزم دیگری همینجوری تو گوشش کسی نمیدونه آخه مادرم نمیتونه مادر شما میتونیم بگیم ایشون که از روی قرآن که حفظ نکرده که نه قرآن میگم دسترسشون نبود که بخوان حفظ کنه عجیبه 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 معجزه است یه خارق عادته خارق کاملا خارق عادته خارق عادته حال به حال شما برای حال شما یه آیه بخونم نه آقا من حسنین تو آماده ای آقا خانم فروتن بله حامد و حسنین میخواین ببیننشون برای آقایی که ما تهش عذاب دیگه از این بالاتر آیه بگو ولی اسمشون داخل آیه نباشه شرح حالشون دوست دارن بدونن یه آیه که مختص خودشون باشه یه شرح حال آیه 28 وقت 28 رعد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب شو استفاده نكون حالا شش ماهه به دنیا اومد پرهام و مادر تا یک سالگی نمیتونست این ناتوانی رو بپذیره و بعد که متوجه این بیماری شد در صدد درمان بر اومد با اینکه تو خونه فقط و فقط خیلی عمومی صدای قرآن پخش می شد از طرف مدرسه متوجه شدن که پرهام حافظ قرآنه اونم این حافظ با این کیفیت که دیدین فبه ای آلاء ربکما تکذبان نشانه های خدا رو انکار میکنه یا رب پرهام حتما تو روزگار غلبه دنیای مدرن تو روزگاری که همه چی با متر و معیار مادی داره سنجیده میشه تو روزگاری که ما به تکنولوژی سواریم و با قدرت اون داریم برتریمون رو نشون میدیم حجت خداست به افتخار یکی از حجتهای خدا خانم فروتن خیلی ازتون ممنونم خواهش میکنم ممنون زنده باشیم شما تشکر خدا شما رو حفظ کنه پرهام رو حفظ کنه برای همه ما از محبتت و ان شاء الله خوشبخت باشن و عاقبت بخیر که هستن عاقبت بخیری یعنی با قرآن و اهل بیت بودن تشویقشون بکن ببخشید خیلی ممنون خیلی ممنون موفق باشید حسودی مون شد خواهش میکنم ببخشید برای جان ایستاده تشویق بکنید ایستاده تشویق بکنید
الله